مسئولان هلال احمر افغانی اینجا در یک نشست خبری از کمک‌های این نهاد به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت‌های خوست و پکتیا خبر می‌دهند. این مسئولان می‌گویند که جمعیت هلال احمر برای آسیب دیدگان 10 میلیون افغانی را اختصاص داده است که برای هر یک از خانواده‌ها 100 دلار آمریکایی یا معادل آن کم و بیش 9000 افغانی خواهد رسید. دوست زور و کورا سر مش کمک و یو یو اند کور پر سر بندی سل دلار کمک کی نو ده دید پر ده و زر وانیم چی یو سی طریقه جوڑ کو او بل ده و کو چی داغ معلوم کو دست درجه اوار کو چی دا کور سل پسل کی نلیدل یه دا دو خونه تا دورت لری درو و تا کو تا دورت لری. اینها در کنار کمک های نقدی کمک های غیر نقدی مانند کمپل، خیمه، وسایل خانه و آشپزخانه نیز به آسیب دیدگان کمک کرده است. بسیار سامانون اولاره، اکثر سامانون از مرد سری میشد لاری سخزی. او غیر خوراکی تو که خوبی بیخی دیر سلیل دیل که خیمی و کمپل و ده لوش و سیتان و ده نو شخبر داده چی خلق نقدی کمک که او بیا کاغه امنیش خامخا جنسی کمک بیانو در خوراکی مواد کمک چی بود. آسیب دیدگان در برخی از مناطق ولایت پکتیا می گویند که هنوز برای آنان کمک نرسیده است. اوس مونگ در ایل در دلتا مونگ در کور ویجر شویده ما شمان دی زنانه دی مونگ کور نلارو خیمه نلارو نورا نو تر اوس پیرا مونگ تا خیمه رسیدلی دی مشومان دی زنانات یالتا بهر پو چټونو کې ژوند کوي. این در حال است که جمعیت هلال احمر یکی از نهادهایی است که می تواند کمک ها را مدیریت درست کند و یک هماهنگی میان نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی به وجود بیاورد، اما به گفته باشندگان محل از این که روند کمک رسانی از یک منبع واحد مدیریت و رهبری نمی شود، کمک ها به برخواستی دیدگان تا هنوز نرسیده است.